داریم گفتگو میکنیم با مصطفی زمانی، بازیگر فیلم سینمایی برلین منفی 7. یه وقتی از آدم تلاش میکنه همه این چیزایی که گفتیم، بالا پایین پریدنها، شب نخوابیدنها، زبان یاد گرفتن، همه اینا، ولی باز میگه خب کاره در نیامد، حیف. خودش این حس تو راجع به فیلم برلین منفی 7 خودت حس چیه؟ من واقعیتش بی‌تعارف بگم، من اگه کارگردان بودم خیلی با صحنه‌های درامش بیشتر، یعنی مثلا خیلی رئال و اینا دوست نداشتم، یعنی یه ذره خاورمیانی تر میساختم. یعنی مثلا اگه فیلم دیده باشه، اون لحظه ای که اون دختر عرب دستشو میزنه، ما میدونیم عرب عراقی یه چک کمه به دخترش بزنه، میدونید، ولی من یه ذره بر سکانسایی که جا داشت وای میستادم و جلوتر میرفتم. در این حال بی‌تعارف بگم، من همیشه تکلیفم با نقش معلوم میکنم. من میدونستم نقشم چقدره و چه سهمی از اون تو فیلم مال منه، به خاطر همین نمیام زیاده خواهی بکنم که یه نوت فالش بشم تو فیلم. من یک صحنه یه رفتار کاملا حرفه‌ای، آره، مثلا من اون صحنه ای که زنم رگ دست شو زده، خیلی راحت میتونم این مونولوگم و یه جوری بگم و دل بینندرم ببرم و ولی میبینم فالش میشه، چون بقیه بازیگرای ما اومدن خیلی رئال‌تر چیز کردن. یعنی شما نمیایید از سینما به معنای استار استفاده کنید. شما سینما رو، خب من مثلا حالا من جیبرم دارم، جیبر خیابان جنوبی، کاملا این فیلم ژانر خودشه، خیلی ممکنه بگن دوستان ژانر رو ممکنه دوست نداشته باشن. آره متوجهی؟ اینجا من حواسم فقط به این بود که من نوت اشتباهی نزنم، که مثلا اون سکانس عالی بود، این ممکنه برام خوب باشه، ولی انصاف باید گاهی داشته باشین که برای مجموعه کار خوب بشه. اون جمله‌ای که من می‌خواستم به ایشون بگم، من برای اولین بار، من عادت ندارم بیام بگم آقا فلانی خوب است. من هیچ وقت دوست ندارم بگم این چیزی که دست من خوبه، میگم آدمی که دنبال اینه باید نگاه کنه ببینه خوبه، به دردش می‌خوره، بگه من اینو می‌خوام. شده سال‌ها ایشون این نکته‌ای رو گفتن که هر عزیزی همین الان تو اینترنت سرچ بکنه، باور کن من در کشور ترکیه، کشور قطر، کشورهای سنی که حق پخش یوسف نداشتن، ببینید در برنامه زنده دارم میگم، من از طرف بزرگان و امیران اونجا دعوت بودم، تعارف هم نداریم، هم امارات هم قطر، و گفتن که بیا برای ما کار کن. شاهدش خود آقای شمقداری، آقای دکتر حسینی. بله اینو در جریان هست، نمیدونم در جریان. من همون پروپوزال برداشتم بردم گفتم من برای مملکت خودم میخوام کار بکنم، برای کار بین المللی. گفتن که چقدر خوب، و تا الان چقدر خوب. باریکه. خوب حالا منی که خواستم اینجا کار بکنم، ببینید پیشنهاد رقم قطری ها که حالا آقای چیز بوده، آقای دکتر حسینی، آقای شمقداری بودن ها. بله. با من صحبت کردن، پیشنهاد رقم فکر بکنید مثلا کشور مثل قطر کمه که شما 5 سال بیاید اینجا، ما میخوایم سینمامون تو خاورمیانه گسترده بکنیم، چون شما رو میشناسن، بخش خاورمیانه‌مون از شما. خب یا فلان، یا الانم کشور ترکیه، بعد من باید بشینم اینجا و بگم که آقا این رو برای مملکت خودمون انجام بدیم، 10 تا کشور عضو کو دارن میبینن. تاجیکستان پیشنهادی که داده بودن به من گفتن که آقا شما رو ما نمیتونیم ببریم، آقای سرشور بپرسیم. گفتن رئیس جمهور تاجیکستان گفته دیپلماتیک باید بیاد، برای اینکه امنیتشو نمیشه تامین کرد. یعنی همه رفتن الا من. بله. ما چه استفاده میکنیم؟ هیچ. حتی ببخشید از من سوء استفاده هم نکردم. درست. یعنی میتونستن حداقل. ولی واقعیتش اینه که همین الانش من که ببین، من این هنر این مملکت رو دوست، من عشق سینمای این مملکت بودم. باریکالله. پای آرزوام واسدم، نه پایه بهتون بگم مملکتم، من پای آرزوام واسدم و حالا تو آرزوام مملکت. آره من دیگه. بوده. آره دیگه. متوجه شدین؟ از این حرفای چیز نخوام بزنم، پوپولیستی بزنم بگم وای فلان، نه، ولی واقعیت امرش این بوده که من دوست داشتم که اینجا باشم. باور کنید همین الان یک سریالی رو من قرارداد ببندم تو پیشنهادهایی که تو ترکیه دارم. خب سریال ها یه جورایی که نمیشه، قابل پخش نیست، همه میگن واو مصیبت ها، ببینید بازیگرمون رفت. بی‌تعارف دارم میگم، چون فکتش هست، پیشنهادات هست، میلاشون هست، دارم میگم، همینجا دارم میگم، مسئولین همشون میدونن این قضیه رو،
ولی آیا الان دو ماه دیگه یهو بهتره که من یه سری رقم های بسیار زیاد و سریال های خوب خوبه؟ بابا خوب کمک بکنید همین رو بتونیم تو منطقه بست بدیم. و ضمن این که حالا یه چیز دیگه هم بگم، همه این موفقیت تو که عمدش با تلاش خودت بوده برکت یوسف پیامبرم بوده، شک نکنید. یعنی اون شروع درخشان برای آخرین مصاحبه، من آخرین مصاحبه به من گفتن که آقا راضید، گفتم هر آن چه دارم از قبل نقش یوسفه. این ببینید یوسف شناسنامه منه و اگه در سینما ببینید من جیبور بازی کردم، قاتل بازی میکنم، اینجا عشقمه باریکن. اون شناسنامه من دوست دارم برم. بعد همین فیلم من پارسال ممسرش هستم، من 94 کیلو شدم، باید میشدم. 40 روز بعد از اون کار برید تاریخو تو سایت چک کنید، من شدم 74 کیلو، رفتم تیم ملی کشتی فرنگی ایران، از همینجا با حمید سوریان و آرش میر اسماعیلی اینها منو تمرین دادن تو 40 روز من 20 کیلو کم کنم. خب بعدش یه موقعی میبینم مثلا یکی میگه ای بابا، میگم آقا ما که من وظیفه دارم تلاش بکنم، این که تاثیرگذار باشم واقعا دست من نیست. عبدالباد و هم خورشید و فلک. ممنونم آقای مصطفی خان زمانی، منتظر پیشرفت های پی در پی شما هستیم. مرسی، منم خیلی خوشحالم در خدمتتون بودم. فقط تنها چیزی که من دوست دارم به دوستان منتقدم بگم که این مسئله کامله، مسئله و دوستانی که فیلم سازن، ببینید وقتی شما میگید یه چیزی خیلی خوبه، مثل اینه که بگم وای من یه رستوران سراغ دارم فوق‌العاده از غذاهاش، شما رویا همیشه بیشتر از واقعیته، به خدا رویا بیشتر از واقعیت قلبه داره جلو. و وقتی میشینی تو غذا رو بخوری، غذا هر چقدر خوشمزه باشه میگی بد نبود. به نظر من باید راجب فیلم ها پیش‌داوری نکرد، مخصوصا خود عوامل بگم بگذاریم که رسوب بکنه. آره بذارید بعد از دیدنم، آره بذارید این غذا مزهش واقعی باشه زیر زبونا. من چیزی که همیشه میبینم اینه که از قبل مثلا هیئت انتخاب تازه شروع میکنه به انتخاب، میگه اون فاجعه بود، اون عالیه، اون بعد میبینیم نه اینجوری نیست. من که رویا میره جلو و امیدوارم که ماها که حرفمون اینه باید اینجوری نگاه بکنیم. حالا مردم عادی فرق میکنن. من خیلی خوشحال شدم با شما. سلامت باشین. ما هم همینطور، همه شنوندهامون هم حتما لذت بردن.